با نام یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های آن سوی خبر از شبکه تلویزیونی استقلال. در آن سوی خبر امروزی صحبت خواهیم کرد در رابطه با تفاهم نامه‌ای که بین امارات متحده عربی و اسرائیل منعقد شده، تفاهم نامه‌ای که بسیار تبعات زیادی داشته و حاشیه‌های زیادی را هم ایجاد کرده، هم برای اسرائیل و هم برای امارات متحده عربی. به همین لحاظ می‌پردازیم اول تفصیلاً به گزارشی که بی بی سی ساخته در رابطه با این تفاهم نامه. بعد از او برمیگردیم و صحبت‌ها ادامه خواهد داشت. امروز در راولپندی تظاهرات طرفداران جماعت اسلامی علیه برقراری روابط دیپلماتیک امارات با اسرائیل. روز پنجشنبه امارات خبر از برقراری روابطش با اسرائیل داد، اولین کشور عربی که طی 26 سال گذشته روابطش را با اسرائیل عادی می‌کند. اقدامی که در جهان اسلام و کشورهای عربی واکنش‌های متفاوتی داشته و اینجا در پاکستان خشم و مخالفت طرفداران بزرگترین گروه اسلامی کشور. خیانتی هست به آرمان ملت فلسطین. در ایران مقام‌های کشور در روزهای گذشته برای تندتر سخن گفتن علیه این توافق و علیه امارات مسابقه گذاشتند. این رئیس جمهوری کشور: به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای انجام دادند. همین دیروز بود که نظامیان ایران هم وارد معرکه شدند. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفت قطعا رویکرد ملت ایران به این کشور همسایه از اساس تغییر خواهد کرد و چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دچار خدشه هرچند اندک شود، ما آن را از چشم کشور امارات متحده عربی می‌بینیم و تحمل نخواهیم کرد. و سپاه پاسداران هم اطلاعیه داد و نوشت خیانت آشکار امارات به آرمان مشترک امت اسلامی حاکمان این کشور را منفور و آماج نفرت و خشم مقدس جهان اسلام و جبهه حامی ملت مظلوم فلسطین قرار داده که آنها را به سرنوشت دیگر خائنین به خونهای پاک شهدای فلسطین دچار خواهد کرد. در امارات که برقراری روابط با اسرائیل قدمی لازم برای حرکت به سوی آینده تلقی شده، مقام‌های کشور انتظار حرف‌های تند مقام‌های ایران را داشتند. The region is polarized. I would have been surprised if Tehran welcomed the deal. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات قبلا گفته بود که اگر ایران از این توافق حمایت می‌کرد متعجب می‌شدیم. اما امروز او اینجا در توییتر با عصبانیت نوشت تصمیم امارات تصمیم یک کشور حاکم است و متوجه ایران نیست. او نوشت ما دخالت در امور داخلی من را قبول نمی کنیم و تهدیدها را رد می کنیم. در گزارشی که از بی بی سی نشر شد دقیقا مطرح شد که چه بود و چه شد و چگونه تفاهم امضا شد. تبعاتش هم و حاشیه هایی که ایجاد کرده بودی تفاهم نامه را هم دیدیم در این گزارش. اما برای اینکه بیشتر بفهمیم و او بره خبر این تفاهم نامه را بهتر بتانیم واضح بسازیم، به سراغ یکی از کارشناسان امور سیاسی رفتیم و صحبت میکنیم در رابطه با این تفاهم نامه. بریم و این مصاحبه را ببینیم، برمیگردیم و برنامه ادامه داره. به ادامه برنامه آن سوی خبر خوش آمد. بینندگان عزیز، ما در بخش اول صحبت کردیم، گزارش رو نشر کردیم در رابطه با توافق بین اسرائیل و همچنان امارات متحده عربی. صحبت ما جا به جا میبره ما رو به سمتی که باید یک تحلیل صورت بگیره در رابطه با این قضیه که چرا اینقدر اهمیت داره و این توافق میتونه چه چیزهایی رو برملا بکنه و چه چیزهایی رو از میان ببره و باعث چه تبعات بد یا خوبی خواهد شد. در خدمت سید عبدالله نایاب آگاه مسائل سیاسی هستیم و صحبت خواهیم کرد. آقای نایاب سلام بر شما، دیدگاه شما رو میخوام بدانم در رابطه با تفاهمی که ایجاد شده بین اسرائیل و امارات متحده عربی. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما بینندگان محترم برنامه. همطوری که در جریان هستید، توافق بین امارات و اسرائیل که هرچند ما باور داریم که توافق سالها بوده که
جریان داشته و در تازه ترین گزارش ها هم به گونه مطرح شده که نتانیاهو در طول این مدت دو سفری هم به صورت مخفیانه به امارات داشته. اما این مسئله وقتی در این شرایط و برهه از زمان مطرح میشه، بیشتر نشان دهنده این است که امارات و مخصوصاً برخی از کشورهای حوزه خلیج تلاش دارند که افکار عامه را یک محک بزنند و حتی خود این توافق را هم به صورت نرم و آرام و آهسته آهسته با توجه به واکنش های جهانی و مخصوصاً کشورهای اسلامی و ملت های منطقه، مخصوصاً ملت های مسلمان، این توافق را به صورت آهسته و آهسته علنی میکنن و در راستای رسیدن به او اهداف و اعمالی که امارات دنبال این مسئله هست تلاش میکنن که نزدیک و نزدیکتر شد. خب به نظر خود امارات، با اینکه امارات از لحاظ اقتصادی یک کشور نسبتاً دارای اقتصاد پایدار و خوبی هست، از لحاظ امنیتی هم کشور امارات چندان مشکلی اونچنانی نداره، اما بلند پروازی های ولیعهد امارات بن زاید مانند بن سلمان ولیعهد عربستان در حقیقت نشان دهنده این است که این آدم دنبال با پرتاب یک ماهواره از خاک ژاپن و در اخیر بعض رابطه های سیاسی و رفت آمد های در بعض تعاملات با بعض از کشورهای اروپایی و تشکیل یک ائتلاف جنگ که علیه یمن صورت گرفت و اینها، دنبال یک سری بلند پروازی هایی است که در کشورهای منطقه و مخصوصا در کشورهای حاشیه خلیج یک مقدار مطرحتر و بولتر جلوه بکنه. اما این توافق قطعا به نفع امارات نخواهد بود، بلکه بیشتر سودی را که از این توافق خواهد برد یک نتانیاهو هست و یک هم ترامپ. شما در جریان این که بحث انتخابات آمریکا نزدیک است و در این حال ترامپ در یک انتخابات نفس در یک رقابت نفسگیری با رقبای دموکراتش قرار داره و اگر بحث توافق امارات و ارتباط امارات با اسرائیل و سایر کشورهای حوزه خلیج که علاقمند به ارتباط با اسرائیل هست و علاقمند ارتباط تنگاتنگ با آمریکا هستند، به هر صورت یک ممکن است یک وضعیت را در آمریکا از لحاظ فکری تغییر بدهد و یک دستاورد و یک چرا کارت سبز شود برای ترامپ برای راه یافتن دوباره به کاخ سفید و همین رقم اختشاشات و تظاهرات و اعتراضاتی که در اسرائیل علیه سیاست های نتانیاهو و فسادی که او متهم هست، فساد اقتصادی، برصورت سبب خواهد شد که نتانیاهو هم بگوید که با تلاش های او و همپیمانش و حامیش امریکا توانسته که دیدگاه حاکمان حوزه خلیج را به سمت خودش جلب بکند و اسرائیل کم کم توسط حاکمان به ظاهر اسلامی به رسمیت شناخته شود. کشور اسرائیل من حیث یک به نحوی یک کشوری که هنوز ثبات نداره، هنوز مشخص نیست که یک کشور هست یا یک منطقه اشغالی هست تحت نام اسرائیل، یک کشور بسیار خرد، یک برهه جغرافیایی بسیار خرد، آمده چنین معامله کلان نر در حال انجام دادن هست. حتی در انتخابات آمریکا میتونه سهم باشه. روند و کاری که این انجام میده، روندی که این پیش میبره، قطعا شما قول شما تاثیر داره بر روی انتخابات آمریکا. بارها سفر کرده طوری که شما گفتید به صورت مخفیانه به امارات متحده عربی، چرا علنی سفر نکرده وقتی چنین قدرتی داره و به چه دلیل نتونسته که طوری که باید ارزندام بکنه و علنا طوری که گفتید ارتباطاتی که داشتن علنی انجام بده؟ خب قطعا افکار عمومی و واکنش های کشورهای اسلامی یکی از عمده عواملی بوده که تا حالا سبب شده که ارتباط ها به صورت علنی و خیلی سریع و جدی صورت نگیرد. مثلا شما در تازه ترین واکنش ها میبینیم که برخی از کشورهای مقتدر منطقه مانند ترکیه و جمهوری اسلامی ایران و حتی قطر و برخی از کشورها مخالفت شدیدشان را با این مسئله ابراز داشتن و اعلام کردن و حتی هشدار دادن
و گروه های فلسطینی هم جالب است که در یک نقطه که این گروه های مبارز فلسطینی و حتی گروه های تقریبا معاملگر و گروه های مذاکرگر فلسطینی هم در یک نقطه مشترک همه با هم یک جا شده و علیه این توافق موضع تند و شدیدی گرفته، لذا شرایط و زمانه هم اقتضای این را نمی کرد که رئیس رژیم اسرائیل به صورت علنی اعلام بکنه که ما در امارات سفر کردیم. این سفرها مقدمه بوده و این سفرها مخفیانه بوده و این سفرها مذاکرات پنهانی بوده که به هر صورت برای تحقق اون اهداف کلانی که برای در حقیقت برای اسرائیل ترسیم شده و برای غصب سرزمین‌های فلسطینی، ای در یک برهه زمانی مانند ای زمان تحقق پیدا کنه و رسما به صورت علنی مطرح شد. هرچند برخی کشورها مانند مصر، اردن و مثلا از این مسئله حمایت کرده و برخی کشورها هم تلویحا از این مسئله حمایت کرده و مثل عربستان سعودی مثلا خیلی واضح و دقیق به خاطر افکار عامه و به خاطر اینکه محکوم افکار کشورها و ملت‌های مسلمان نشود خیلی علنی از این مسئله حمایت نکرده، ولی 3-4 کشوری امکان دارد در کنار امارات در روزها و ماهای آینده اگر افکار عامه و کشورهای اسلامی خیلی موضوع تند و شدید و واکنش خیلی مقتدرانه نداشته باشد، به هر صورت ممکن است اینها هم رابطهشان را با اسرائیل اعلام بکند و علنی هم بکند. چرا باید کشورهای اسلامی موضوع تندی بگیرند؟ خب اولا که سرزمین فلسطین مال ملت مسلمان فلسطین هست و در یک حرکت کاملا غاصبانه و قلدرانه و استعماری مردم فلسطین سرزمینشان و کشورشان و خانهشان و خاکشان به هر صورت غصب شده و مورد ظلم قرار گرفته. وظیفه و مسئولیت دینی و اسلامی و انسانی ملت‌های مسلمان و کشورهایی که ادعای به هر صورت اسلامی بودن داره، چی از لحاظ دینی و چی از لحاظ همسایگی و از لحاظ انسانی، اقتضای این را دارند که به هر صورت از فلسطینی مظلوم حمایت بکنه. حتی اونهایی که ادعای اسلامی بودن هم نداره، بسیار از کشورها و افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در دنیا و حتی خود سازمان ملل بارها این مسئله را اعلام کرده که اسرائیل باید دست از شهرک سازی و غصب سرزمین‌های اشغالی بردارد و بگذارد ملت فلسطین به یک آرامش و به یک ثبات و امنیت پایدار برسد. و همچنان ملت فلسطین به عنوان یک ملت مقاوم و به عنوان یک ملت مبارز به هر صورت باید از این سرزمین و از این خاک که متعلق به اینها هست دفاع بکند. خب وظیفه کشورهای اسلامی است که نسبت به این رابطه ذلت‌بار و خفت‌بار که در حقیقت فروش و معامله آرمان ملت مظلوم فلسطین هست و آرمان قدس شریف هست، موضع مشخص، واضح و صریح بگیرن و امیدوار هستیم این موضع‌گیری ها و این واکنش های کشورهای اسلامی سبب شود که امارات و برخی از کشورهایی که در تلاش عادی سازی با یک رژیم کودک‌کش، با یک رژیم منفور و غاصبی در منطقه هست، به هر صورت نسبت به این رابطه صرف نظر کنند و یک عقب نشینی واضح و روشنی برای حداقل در افکار عامه صورت بگیرند. در توافقی که صورت گرفت، امارات متحده عربی آمد و مدعی شد که ما با این توافق فلسطینی را نجات دادیم و دیگه شهرک سازی صورت نخواهد گرفت و به صورت دائمی خواهد بود، همچین چیزی را مطرح کرد. اما از اون طرف نتانیاهو با کمی شدت آمد و صحبت کرد و گفت ما به صورت مقطعی پیش برد شهرک سازی را مکث کردیم و توقف دادیم و بعد از این ما دوباره ادامه خواهیم داد بعد از اینکه مقطعی کوتاه بگذره. فکر نمی کنید که اسرائیل در حال بازی دادن یا کلن به نحوی علمدار جلوه دادن خودش در طی همین توافق نامه ها با هر کشور دیگه ای هست و در پی از این هست که اونها را به نحوی تحت سلطه خودش بگیره یا حداقل تحت توافق با خودش بگیره و بتونه اموری که خودش هدفش هست در پیاده بکنه؟ خب این قضیه یک مسئله مسلم است که خود امارات ادعا داره که زمانی که ما با اسرائیل
به هر صورت مذاکره کردیم. توافق ما مبنی بر این بوده که اینها حداقل کرانه باختری را جزء سرزمین اسرائیل و تحت اشغال قرار ندهد. منتها واقعیت ماجرا چیزی دیگر است. واقعیت این است که این پیشرفت و توسعه شهرکسازی و الحاق کرانه باختری به اسرائیل، ای در حقیقت یک امر حتمی و قطعیه. اگر جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته نشود، این صرفا یک به صورت مقطعی اسرائیل آمده و اعلام کرده که ما فعلا توقف میدهیم، نه اینکه کلا منتفی بکنیم و از این مسئله صرف نظر بکنیم. و این را هم یاد مردم عزیز و یاد ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی باشد که هر چند توافقات بین کشورهای اسلامی و مخصوصاً امارات و برخی از کشورهای حوزه خلیج با اسرائیل صورت بگیره، اسرائیل گستاختر و جسورتر خواهد شد و قسمت‌های زیادی از سرزمین‌های باقی مانده فلسطین را غصب خواهد کرد و همون آرمان تاریخی که اینها در ذهن میپرونن از نیل تا فرات او را حتما تحقق خواهد داشت. اما یاد ما باشه که همون طور که ترامپ یک آدم به هر صورت غیر قابل اعتماد در همه پیمان ها و در همه توافقات جهانی و بین المللی بوده، نتانیاهو هم دقیقا سیاست ترامپ را دنبال میکنه و اگر 3-4 تا کشور دیگر هم بیاید رابطه ای را با اسرائیل برقرار بکند و قطعا اسرائیل پس از تا این رابطه پایتختش را در بیت المقدس به صورت رسمی و علنی برگزار و برقرار خواهد کرد و در عین حال به اشغال بیشتر و به غصب سرزمین های فلسطینی بیشتر خواهد پرداخت. فلسطین چه موضعی در کنار گرفته در این قبال و چقدر ضرر میبینه فلسطین از اینکه تفاهمی ایجاد بشه بین امارات متحده عربی و اسرائیل، طوری که بارها فلسطینیان، مردمش، سیاستمدارانش از کشورهای عربی مخصوصا کمک خواستن برای اینکه در مقابل اسرائیل وایستن، اما میبینیم که بعضی از کشورهای عربی آمدند و با یک تفاهم با اسرائیل پیش رفتند. چقدر ضربه میبینه فلسطین در این میدان؟ هرچند سیاست‌های دو پهلوی برخی از کشورهای عربی در بحث حمایت از فلسطین ممکن است خیلی در امر مبارزه مردم فلسطین علیه اسرائیل اثرگذار نباشه، چون قبل از توافق هم رابطه های بین کشورهای حوزه خلیج با اسرائیل بوده و اگر حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف هم بوده، در حقیقت حمایت های دو پهلو بوده، هم اینا به مخ می زدن هم به نر. منتها از لحاظ روحی و از لحاظ به هر صورت مورال مقاومت ممکنه یک مقدار روی این روحیه مبارزان فلسطینی تأثیر بگذاره که به هر صورت کشورهایی که ادعای سرزمین اسلامی و کشور اسلامی و حاکمیت اسلامی را دارن، یک ملت مبارز و مسلمان و برادرشان را در یک برهه حساسی از تاریخ تنها گذاشته. این یک مسئله. اما از این طرف در داخل فلسطین گروه های جهاد اسلامی، گروه های فتح و حماس و سایر گروه هایی که در فلسطین هستند، اینها در یک موضع مشترک آمدن این حرکت امارات را به عنوان خیانت به آرمان قدس شریف و فلسطین تلقی کردند و گفتند که ما انتظار و این توقع را از امارات نداشتیم و امیدوار هستیم که امارات نسبت به این موضع خصمانه و ظالمانه‌اش تغییر روی کرد بدهد و اگر کشورهای اسلامی مخصوصاً کشورهای مقتدر منطقه با مسئولین و سران امارات و سایر کشورهایی که علاقمند در رابطه با اسرائیل هستند جدیتر و از موضع مقتدرتر صحبت بکنند، امکان داره که تعدیل و تغییری در سیاست کنونی که امارات در پیش رو گرفته از او صرف نظر کنن. هرچند امارات بعد از بهار عربی یا بیدار اسلامی یک سیاست نظامی امنیتی را پیش رو گرفته بود، به خاطر که تحولات در این کشور صورت نگیره و انقلابی شکل نگیرد مانند انقلاب هایی که در سایر کشورهای عربی شکل گرفت، سخت گیری های نظامی و امنیتی در این کشور جریان داشت و این هم این سخت گیری های نظامی امنیتی هم مدل و کپی اون چیزی است که در اسرائیل جریان داره
و قطعا امارات هم دنبال این است که به هر صورت هم یک توصیه پایدار داشته باشه و هم از اون طرف بتواند یک چراغ سبزی برای آمریکایی‌ها نشان داده باشه و از طرف دیگر هم همین رابطه ممکن است که امارات فکر کند که سبب استحکام حاکمیت خواهد شد و سبب تأمین امنیت ملی اون خواهد شد، ولی این واقعا خلاف تصوره و امکان داره ماجرا برعکس شود و اتفاقاتی در کشور امارات رخ بدهد و حتی از لحاظ امنیتی و از لحاظ اقتصادی این کشور در مرز تهدید هم باشد. 10,000 نفر در اسرائیل بلند شدن و بر علیه نتانیاهو شعار دادن، شعارشان هم این بود که قوم مرا رها کن. این شعار شعار قومیتی هست و نشان میده از او آرمانی که اسرائیل داره و تک تک اسرائیلی ها به او پایبند هستند. با این وصف تظاهرات ها به شدت بر علیه نتانیاهو هست، اما نتانیاهو یک تفاهم نامه یک توافق را با امارات متحده عربی برقرار میکنه. چقدر میتونه این دو تا به هم ربط داشته باشه؟ خب همونطوری که نتانیاهو در سیاست داخلیش شکست خورده و در حقیقت مورد انتقاد شدید معترضان و منتقدان سیاسیش داخل اسرائیل هست، نتانیاهو تلاش میکند که به گونه سیاست خارجیش و یک سیاست فعال و یک سیاست به هر صورت گسترده و همگیر نشان بدهد تا مخالفان نتانیاهو و بخصا منتقدان او نسبت به واکنش هایی که در داخل اسرائیل هست صرف نظر بکنند. از او جمله مثلا بحث امارات از لحاظ حیثیتی ممکن است برای نتانیاهو هم رقمی که برای ترامپ یک دستاورد هست، برای نتانیاهو هم یک دستاورد باشه. من حیث آخرین سوال میخوام از شما بدانم که تبعات بد این توافق برای امارات چه خواهد بود؟ خب چند پیامد بد برای امارات میتواند داشته باشد، از او جمله یکی این که علنا در افکار عامه کشورهای اسلامی و مخصوصا ملت‌های مسلمان امارات به عنوان یک کشوری که به آرمان فلسطین و آرمان قدس شریف و ارزش‌های دینی و اسلامی خیانت کرده و مبارزه چندین دهه ملت مبارز و مقاوم فلسطین را نادیده گرفته، یک مسئله. مسئله دوم اون چیزی که امارات فکر میکنه که تعامل و رابطه با اسرائیل سبب استحکام وضعیت امنیتی و استحکام حاکمیت امارات و تقویت و توسعه اقتصاد امارات شده، قطعا برعکس و اتفاق خواهد افتاد و ممکن است امارات از لحاظ اقتصادی و امنیتی از این ناحیه ضربه ببیند و حتی ممکن است یک سری حرکت های از طرف مثلا جنبش های اسلامی فلسطین هم علیه امارات صورت بگیره و ممکنه رابطه همونطوری که ما در جریان هستیم، رابطه دیپلماتیک و رابطه رسمی که بین کشورهای اسلامی مخصوصا ترکیه و ایران و قطر با امارات جریان داشته، ممکنه در رابطه ها صرف نظر شوه و حتی مثلا شاهد آتش زدن سفارت امارات ما در لیبی بودیم. این حرکت ها ممکنه در بعض کشورها هم صورت بگیره و از اون طرف هم اسرائیل چون یک کشور واقعا متعهد به اون توافقنامه ها نیست، بعد از این توافق و بعد از این ارتباط ممکن است که توسعه طلبی اش را و گستر شهرک سازی ها را ادامه بدهد و این به هر صورت پیامدی خطرناک و بدی برای امارات خواهد بود. سپاسگزارم از شما سید عبدالله نایاب، آگاه مسائل سیاسی. تشکرم. به ادامه برنامه خوش آمدید. طوری که مبرهن هست هر امری که در دنیای واقعی صورت میگیرد تبعاتی در دنیای مجازی هم داره. به همین لحاظ پرداختیم به بخش فضای مجازی این خبر که چقدر تانسته بود تحلیل ها و خبرهایی را در این رابطه در دنیای مجازی داشته باشیم. با هم میریم و سر میزنیم به دنیای مجازی با محمد حسین توسلی و ببینیم که در دنیای مجازی این تفاهم‌نامه چه تبعاتی داشته. در این بخش سری میزنیم به دنیای مجازی و پیامدهای این تفاهمنامه بین امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل. در این رابطه محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی، در صفحه فیسبوک خود نوشته که میگوید امارات متحده رابطش با اسرائیل را عادی ساخته، اما شما واقعیت را اینطور بخوانید: امارات متحده عربی یوغ بندگی خود را علنی ساخت.
مجید احمدخانی، دیگر کنشگر دنیای مجازی، در رابطه با روابط اسرائیل و امارات نوشته و احتمال زیاد طرح خاورمیانه در حال تطبیق شدن است. زور امارات در مقابل نفوذ ایران افول کرده بود و از اسرائیل به نحو کمک خواست. و از طرف دیگر قدرت ترامپ از درون جامعه آمریکا با کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی آفریقایی تبار، به دست پلیس سفیدپوست و بحران کرونا رنگ باخت. حالا دستگاه سیاست خارجی آمریکا سراسیمه به دنبال قدرت نمایی و دستاورد در خارج از آمریکا است. فلسطینی‌ها، مردم فلسطین تنها ترین خلق روی زمین و فقط در حال تماشای تقسیم و غصب سرزمینشان است. در کامنت ها هم غالب کاربران مسلمان این اقدام امارات را مورد نقد قرار داده و از این سازش اعتراض کردند. این برنامه آن سوی خبر این هفته، تا هفته دیگر و آن سوی خبر دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.